خب دوستان، همونطور که خدمتتون عرض کردم توی این ویدیو قصد دارم منابع رایگان گرفتن عکس و فیلم یا فایل‌های وکتور و آیکون رو خدمتتون معرفی کنم. اول از همه اینکه برای چی ما از اینها عکس یا فیلم هامون رو بگیریم، دلیل اصلیش اینه که اینها قانون کپی رایت رو رعایت کردن و همه اینها قانون کپی رایت رو به صورت رایگان برای شما دارن. مزیت این چیه؟ شما وقتی که توی گوگل میرید یه عکسی رو برمیدارید، امکان داره که این عکس شامل کپی رایت باشه و اون کسی که عکاس اون کار هست یا فیلم بردار اون قطعه از فیلمه برای اون اثر یه هزینه ای رو بخواد و شما دارید اون رایگان استفاده میکنید. خب ما میگیم که خب تو ایران که همچین چیزی نیست، چه دلیلی داره که حتما ما پایبند این قوانین باشیم؟ ولی از لحاظ معنوی اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم، وقتی که ما بتونیم یه عکس با کیفیت رو به صورت رایگان از کسی که رضایت داره که شما از اثرش استفاده بکنید بتونیم داشته باشیم، چه کاری آدم بره و از منابعی که میتونه از توش بیش به شکلی دزدی باشه ما استفاده بکنیم؟ وقتی که من اینو توی کار خودم خیلی دیدم که وقتی که دارم از عکسایی که از قانونی حق استفادهش رو نداشتم استفاده کردم، تو کسب کارم هم اون رونقی که باید وجود نداشته و خب واقعا وقتی که میشه با کیفیت بسیار بالا این عکس و فیلم ها رو جای دیگه پیدا کرد، هیچ لزومی نداره و هیچ نیازی نیست من بخوام جای دیگه پیداش بکنم. اونقدر رنج این عکس ها وسیعه و تو هر کاتگوری شما میتونید عکس پیدا کنید که تقریبا میتونم بگم حتی از گوگل خیلی خیلی وسیع تر و با کیفیت تر هست. خب با هم دیگه میریم دونه دونه این وبسایت ها رو خدمتون معرفی میکنم. اولین وبسایتی که توش بودم و الان داشتیم با هم میدیدیم stocksnap.io هست. اینجا شما میتونید عکس‌های مختلف رو سرچ بکنید و داشته باشید. حالا من خودش مثلا یه سه کاتگوری داره، مثلا من می‌نویسم مثلا flowers، مگه مثلا من دنبال گل باشم میتونم عکس‌های مختلف رو اینجا داشته باشم. تمام این عکس‌ها قابلیت دانلود داره و همه‌شون مجانیه. تو همه این وبسایت‌ها شما یک سری عکس‌ها رو می‌بینید که با بقیه عکس‌ها متمایز شدن، حالا با یه آیکونی یا با اینجا با ستاره است که این نشون میده که برای اینها باید شما هزینه بدید اگر بخواید، ولی اگر که بقیه عکس‌ها رو بخواید هزینه‌ای نداره و اصلاً اون عکس ها خیلی عکسایی نیستن که شما حتما مجبور باشید همونا رو استفاده کنید. مشابهشون خیلی زیاد پیدا میکنید تو تمام این سایت ها. مثلا به تو مثلا من از این خوشم میاد، اینجا باز میبینید که مسیری که اینا کسب درآمد میکنن این سایت ها اینه که شما رو به سایت هایی که عکس های پولی میفروشن که بزرگترینشون هم شاتر استاکه، اینجا تبلیغش رو میذارن و شما رو هدایت میکنن که اگر یه موقعی از این عکس خوشتون اومده ولی حاضرید هزینه کنید و مثلا این عکس روز رو جاش بگیرید یا این یکی عکس رو بگیرید، هزینه بکنید اینو بگیرید. ولی خب واقعا این مجانیش بسیار زیباست و میتونه جوابگوی کار من باشه. خب فری دانلود رو وقتی بزنم میبینید که عکس شون میشه دانلود شدن و حجم عکس رو دیدید حدوداً 8 مگ عکسه، یعنی وقتی که من اینو باز میکنم بسیار با کیفیته و میشه تو جای مختلف ازش استفاده کرد. میبینید من هر چقدرم زوم میکنم باز این کیفیت خوش رو داره و میتونه تو هر جایی استفاده بشه. میتونم برشش بزنم، هر کاری بکنم باش و سایزش رو متناسب با نوع کارم کم و زیاد بکنم.
این اولین وبسایت بود که میگم کاتگوری‌های مختلف داره، یا میتونم اینجا سرچ بکنم هر چیزی که بخوام. مثلا میذاریم ماونتنز، مثلا کوه ها رو بتونیم ببینیم. همینطور که میبینید حالت‌های مختلف عکس هست که شما استفاده کنید. نیازی نیست حتما مثلا یه کلمه عمومی باشه، بذارید من تو وبسایت بعدی خدمتتون بگم. بعد از این وبسایت میریم سراغ یک وبسایت دیگه. اگر اونجا پیدا نکردید، یک وبسایت دیگه نگاتیو اسپیس هست که اینجا هم شما میتونید خیلی عکس‌های با کیفیت از اکثر اینها عکاسایی هستن که حاضرن اینها رو به صورت رایگان در اختیار بقیه قرار بدن. مثلا اینجا پیپر رو داره، وقتی که میزنم این عکس رو که دارم هیچی، میتونم عکسای دیگه هم اینجا ببینم به صورت رایگانن اینا. این بالایی ها نه، چون شاتر استاک رو نوشته، ولی این پایینی هم باز قابل استفاده هست. من باز دانلود فری استاک فوتو رو دارم که بزنم و این عکس رو داشته باشم. میتونه عکسای دیگه باشه، مثلا قهوه، کافی با مثلا میبینید که هی هر چی که من میزنم هی اون ژانرش تغییر میکنه، کاتگوریش تغییر میکنه. اینجا یه سری تگ ها رو دارم که بین اینها انتخاب کنم. مثلا من لپتاپو که بزنم کاملا میره تو بیزنس و عکسایی که لپتاپ توش داره یا کیبورد، میبینید که هست و میبینید که چه عکسای با کیفیتی هست. و همونطور من میتونم اینجا روی اون دکمه کلیک کنم و این عکس رو میبینید که الان دارم و میتونم اینو سیوش بکنم. بریم سراغ سایت بعدی. تعدادش زیاده و من میخواستم سعی کنم سریعتر همه سایت ها رو بهتون معرفی کنم. همشون روندشون این هم دیگه است، همونطور که میبینید خیلی فرقی نداره. این یکی سایت فودیز فید، برای اونایی که تو زمینه غذا دنبال عکس میگردن بهترین منبعه و فقط تو زمینه خوردنی ها و عکسای رستورانی این سایت فعالیت داره و میتونید عکسای مختلف و با کیفیت اینجا ببینید و فکر میکنم خیلی راحت بتونید هر غذایی که بخواید رو اینجا سرچ بکنید و عکسش رو اینجا پیدا بکنید. میبینید که مثلا من اگر این عکس رو بخوام باز روی فریش میزنم و برای من آماده میشه که دانلود بشه. این هم در رابطه با عکسایی که غذاهای مختلفه، مثلا من پیتزا اگر سرچ کنم انواع پیتزا رو برای من میاره. میبینید که این عکس هم دانلود شد. بهتون نشون میدم که ببینید و هیچ افت کیفیت یا عکس بعدی به ما نمیده. میبینید من هر چقدر زوم میکنم باز کیفیت بسیار خوبی رو دارم که ازش هر استفاده بکنم. خیلی راحت میتونید اینجا هم مثل بقیه سایت ها سرچ رو بزنید و مثلا من پیتزا زدم، پیتزای مختلف عکسش رو برای من گذاشته و میتونم هر کنم از اینا رو استفاده بکنم. بریم سراغ سایت بعدی. این سایت کابون پیکس هستش که این هم عکسای با کیفیتی رو در اختیارتون قرار میده و چیز خوبی که این سایت داره اینه که در کنار اون عکس براتون کد رنگی‌ها رو هم میذاره. یعنی مثلا اگر من این عکس رو دوست داشته باشم، میبینید که این وقتی که روش میزنم کد رنگی‌هاش رو هم میبینم و این کد رنگی‌ها رو از چه لحاظ خوبه؟ من مثلا این عکس رو میخوام توی یه سایت استفاده بکنم یا اصلا توی اینستاگرام استفاده بکنم. و وقتی که شما میخواید یه عکس رو استفاده بکنید، خیلی خوبه که از توی رنگ هایی که داخل اون عکس هست، عنوان یا نوشته های خودتون یا هر چیز دیگر رو رنگ بندی هاشو انتخاب بکنید. ببینید این هارمونی رنگی رو برای شما کداشو گوشته، یعنی شما میتونید کدا رو کپی بکنید و این رنگ ها رو استفاده بکنید. مثلا توی سایتتون میتونید اگر این قراره عکس اصلی توی یک ردیف باشه یا توی یک
مثلا اسلایدر باشه، میتونه این رنگ ها حالا نه همش، مثلا میتونه چند تاش هم استفاده بشه. و حتی میتونید این رو get this color scheme رو وقتی میزنید، عکس رو در کنارش این رنگ بندی ها رو هم در اختیارتون قرار میده و میتونید اینجا رنگ ها رو ببینید. همینطور که میبینید بغلش رنگ هاش رو به من داده. اگرم نخوام میتونم عکس با کیفیتش رو اینجا انتخاب بکنم که حالا بخوام با کیفیت میدیوم باشه یا کیفیت اورجینال باشه، کلیک میکنم برای من این رو در اختیار قرار میده. یکی از بزرگترین سایت ها آن اسپلشه، بسیار با کیفیت عکساش و من برای والپیپر خیلی از این عکس ها استفاده میکنم. شما حتی برای گوشیتون هم میتونید از عکسای این وبسایت استفاده بکنید. ببینید چقدر با کیفیت هست و این سایت عکسای پورتری زیاد داره، یعنی به صورت عمودی عکس زیاد داره و میتونید از عکساش برای مثلا توی اینستاگرام برای پستایی که میذارید استفاده بکنید و چون عمودی هست خیلی میتونه کاربرد داشته باشه. عکسای عمودیش میبینید که عکسای بسیار زیبایی داره. این هم باز کاتگوری های مختلف داره و من میتونم هر کاتگوری که بخوام انتخاب بکنم، مثلا انیمالز که الان گربه همیشه رو بورس توی حیوانات. بریم سراغ پیکسلز. تا الان این سایت هایی که خدمتتون معرفی کردم فقط کارشون عکس بود. این سایت و سایت بعدی که خدمتتون میگم در کنار عکس که حالا این عکس ها رو داریم اینجا من بخوام استفاده بکنم، میتونیم ویدیو هم داشته باشیم. مثلا من میزنم آیفون بعد ویدیو میزنم و میتونم اینجا ویدیوز رو بزنم و میبینید که مثلا عکس فیلم های مختلف رو که حالا هم ویدیو رو توش داره هم آیفون رو داره میتونم استفاده کنم. مثلا من از این فیلم خوش آمده، میتونم اول ببینمش که به چه صورت هست این فیلم. اگر که مورد نیاز من باشه، اینو اکثرا به این فیلم های لوپ میگن، میبینید که این میره و یه چرخه ای رو داره و عموماً نهایتاً تا 30 ثانیه اینها طولشون هست و اکثرا هم صدا نداره، فاقد صداست، به این خاطر که بتونید شما را هم که از حجمش کمتر شده باشه و هم شما بتونید به راحتی توی وبسایتتون از اینها استفاده کنید. ببینید مثلا من روی هر کدوم از اینها اگر هاور بکنم و نگاه بکنم میتونم ببینم که چه کلیپی قراره دانلود بشه و بعد میتونم اینو دانلود کنم و ازش استفاده بکنم خیلی راحت. از این ویدیوها میتونید توی وبسایت یا اینستاگرام یا هر جای دیگه استفاده بکنید و لایسنس رایگان داره برای شما. بعد این پیکسلز، بریم سراغ بعدی که از اون یکم معروف تره، پیکسابگ. این هم ویدیو زیاد داره و مثلا من مانی رو میزنم اینجا، میبینید در رابطه با پول هستش. بعد من میتونم کاتگوری ها رو انتخاب کنم و اینجا توی اکسپلور میتونم مثلا بگم که ویدیو برای من بیاره. مثلا میتونیم دوباره مانی رو اینجا انتخاب کنیم و اینا فیلم هست. اینجا من میتونم ببینم که مثلا بعضیشون 4K هست، بعضیشون HD هست. 4K خب کیفیت خیلی بالاتری دارن و به تبع حجمشون هم بالاتر میبینیم. مثلا من این رو میتونم استفاده بکنم توی سایت خودم، اگه سایتم در رابطه با مثلا چه میدونم کارای مالی یا مثلا صرافی باشه، خب این عکس ها میتونه خیلی کمک بکنه که نظر بازدید کننده رو جلب بکنه به وبسایت من. میبینید که ویدیو کم نداره و میتونیم از ویدیوهای مختلف
استفاده بکنیم. و در کنار ویدیو این سایت برای شما وکتور هم ارائه میده، وکتور و ایلاستریشن. وکتور چیه؟ ببینید وکتور به فایل های تصویری میگن که به صورت عکس بصری نیست. اینها یه جایی میشه گفت طراحی شده است، یعنی اینا رو با کامپیوتر کشیدن و به همین خاطر حجم بسیار پایینی دارن و در کنار حجم اینها هر چقدر که زوم بکنید افت کیفیت ندارن، چون همونطور که خدمتون گفتم طراحی شده توسط کامپیوتره و فرمتش هم متفاوته. وقتی که اینها رو میخواید دانلود کنید ببینید PNG داره، ولی SVG که همون وکتور گرافیک باشه میبینید که چقدر حجم پایین‌تری نسبت به PNG ها داره. و وقتی که اینو رو دانلود بکنید اینجا مثلا این برای دانلودش نیاز به برای فول رزولوشن نیاز به رجیستر داره که حالا کار سختی نیست، مجانیه، شما میتونید خیلی راحت رجیستر بکنید. اینجا با حتی گوگل اکانت گوگل خودتون میتونید رجیستر کنید و از اون فایل استفاده کنید. فایل SVG اونجا که خدمتون گفتم اینو ما هر چقدر زوم بکنیم افت کیفیت نداره، ولی توی سایت مثلا نمیشه استفاده کرد از این. بیشتر برای طراحا خیلی خوبه، میشه استفاده کرد توی سایت، ولی یکم کار سختیه و ریسایز کردنش نیاز داره که یکم وقت زیاد براش بذارید. سایت بعدی از جا به بعد دیگه فقط آیکونه. اگر میخواید آیکون برای سایت خودتون یا برای اینستاگرام یا هر چیزی استفاده بکنید، میبینید اینجا مجموعه زیادی از آیکون ها رو داره. وقتی که توی اینترنت سرچ میکنید به فارسی میبینید خیلی منابع آیکون زیادی هست، ولی همه اونها رایگان نیست. یه جورایی اون لایسنس های پولی رو یه سری از دوستان گرفتن و هک کردن و شما دارید یه جورایی از فایل های دزدی استفاده میکنید. وقتی که اینجا مجانیش رو میتونید شما داشته باشید با این کیفیت، خب چه کاریه که آدم بره و چیزی که یک نفر راضی نیست از گرفتنش رو استفاده بکنه. الان اینجا من میتونم مثلا آیکون اینترنت رو زدم و اینجا میتونم رنگ های مختلفش رو انتخاب کنم. اینجا باز SVG رو داریم، همون وکتوری که خدمتون گفتم، و اینجا از PNG هم میتونید استفاده کنید که PNG 512 میده که بسیار کیفیت بالایی داره. هر جایی شما میتونید اینا رو استفاده کنید. مثلا من از این خوشم میاد، باز اینم توی حالتهای مختلف میتونم داشته باشم این پن رو. و میگم به آیکون اونقدر هست که همونطور که اینجا میبینید 2,394,000 تا آیکون اینجا هست که میتونم از بینشون انتخاب بکنم، حالا با توجه به هر چیزی که مثلا این در رابطه با کانسر هستش. شما میتونید ببینید که مثلا عکس‌های مختلف در رابطه با سرطان رو اینجا داره و از نواحی مختلف رو گذاشته و میتونم هر کدوم از اینها رو تو شکل‌های مختلف استفاده بکنم و دانلود بکنم. این از سایت فلت آیکون. تمام این لینک های این وبسایت ها رو هم زیر ویدیو در اختیار شما قرار میدم و میتونید از اونها استفاده کنید و کلیک بکنید. نیاز نیست حالا اگه چیز باشه نیاز باشه که از اون بالا میتونید ببینید اینجا، ولی اگر سختتونه زیر ویدیو رو نگاه بکنید همه اینها رو من خدمتون گذاشتم. این هم سایت آیکون فایندره، اول هم رایگان داره هم پولی. ببین اینجا پولیاشه میان پایین تر، حالا رایگاناشو اینجا میتونم ببینم. اکثرا مثلا من برای مثلا اگر میخوام یه آیکون فیسبوک جدید داشته باشم، مثلا اینجا من فیسبوک رو سرچ میکنم، برای سایت قبلی هم همینطور بود. اینجا میتونم انواع آیکونایی که برای فیسبوک هست رو ببینم. این موقع میبینید یه آیکون جدیدی چشم منو بگیره، مثلا این آیکون جدیدیه.
این آیکون، مثلا وقتی من اینو بزنم میتونم بقیه آیکون هایی که مثل این هست رو هم ببینم که به چه صورت هست. اینجا میتونم حتی ادیت بکنم، اینجا سایزشو کم و زیاد بکنم، بعد دانلودش کنم. و وقتی که اینو نگاه میکنید میتونید مثلا به کلکسیونتون اضافه کنید و توی حالتهای مختلف هم این رو بگیدن. مثلا من وقتی که اینو میبینم که توی این شکل هست، مطمئنم وقتی که مثلا من مثلا توییتر بزنم، باز هم تمام اون آیکون ها رو میبینم و این میبینید که اینجا توییترشون هم دارم. اکثرا اینا توسط یک طراح درست میشه. وقتی که مثلا فیسبوک رو تولید میکنه، توییتر، پینترست یا مثلا اینستاگرام، اینایی که خیلی معروف هستن رو هم مطمئنا طراحی میکنه. اینم که من دیدم جدیده فیسبوکش، میبینید که توییترش هم هست. اینا سایت آیکون فایندر. و بریم سراغ سایت فری پیک. این سایت وکتورهاش خیلی خوبه، حالا عکس که داره، ولی من وکتورهاشو خیلی بهتون توصیه میکنم. فایلای با کیفیتی داره، یعنی یه موقعی من میخوام یه عکسی رو داشته باشم ولی عکس بصری واقعی نه، میخوام مثلا یه طراحی باشه، مثلا من میگم کامپیوتر، مثلا نتورک. میبینید که اینجا عکسایی داریم که یه سری طراحی‌های خیلی خوب از این حالت‌های مثل شخصیت‌های کارتونی کشیده شده و خیلی میتونه کمک بکنه. میبینید مثلا این عکس‌ها رو شما شاید خیلی جاها میبینید و فکر کنید مثلا یه نفر اینا رو شرکت پول داده و برای خودش درست کرده، ولی اینطور نیست. یعنی من خیلی راحت میتونم اینجا دانلود رو بزنم و رو فری دانلود بزنم و اون عکس رو با کیفیت داشته باشم. اینا رو به صورت فایل زیپ در اختیار میذاره که هم شامل عکسه، هم شامل فایل SVG یا وکتور لایه بازه که شما میتونید مثلا تو اون لایه مثلا این خانم رو از جا حذف بکنید یا این آقا رو از اینجا کامل حذف بکنید یا مثلا این گلدون رو نداشته باشید. خیلی راحت میتونید اینجا حذف و اضافه بکنید. بریم سراغ وبسایت‌های بعدی که برای آودیوه. یعنی چی؟ یعنی مثلا من میخوام برای سایت برای ویدیو خودم یه آهنگی داشته باشم یا یه تیکه موزیک داشته باشم، میتونم از این سایت ها بگیرم. یکیش بنساند که کلا سایت هایی که نوشته رویالیتی فری، اینا همشون سایت هایی هستن که به صورت رایگان دارن در اختیار شما قرار میدن. اینجا فایل های مختلف صوتی هست، میتونم گوش بدم و بعد اگر که خواستم دانلودشون بکنم. این سایت خوبیه، ولی بهترین منبع به خود یوتیوب هست که در اختیار شما قرار میده فایل های مختلف صدا رو. شما هم میتونید ساند افکت داشته باشید، یعنی افکت های مختلف مثلا یه صدای موتور جت یا صدای مثلا هواپیما یا مثلا صدای مختلف آلارم کلاک، مثلا صدای ساعت. میتونم اینجا هر کدوم از اینا رو که میخوام دانلود بکنم و وقتی که از خود یوتیوب هست کاملا اینا تا همیشه رایگانه. اون سایت قبلی مخصوصا برای صدا اکثرا اینها پولی هستن و این ورش من تو بخش میوزیکش میتونم موزیکای مختلف رو بگیرم، مثل همین موزیکی که الان زیر این ویدیو داره خدمت شما پخش میشه. اون هم از همینجا در گرفته شده و خیلی راحت میتونم هر کدوم از اینها رو گوش بدم و اگر که خواستم بعد دانلودشون میکنم. ترجیحاً پیشنهاد من این هست که حتما از یوتیوب موسیقی برای حالا مثلا اینستاگرام یا سایت خودتون یا ویدیو اگر درست میکنید استفاده بکنید، چون اینها تا همیشه این لایسنس رو رایگان در اختیار شما قرار میدن. ولی بعضی سایت ها این تجربه بوده که فایل صوتی در اختیار شما قرار میدن ولی بعد از مثلا یک سال میگن که
نه الان دیگه این فایل مجانی نیست و باید پولش رو بدی و اگر نمیدی باید از روی فایلت ورداری و خب این خیلی باعث دردسر شده برای خیلی از عزیزانی که مخصوصا یوتیوبر هستن. پس حتما از این منبع یوتیوب استفاده کنید. تو ژانرهای مختلف داره، مثلا من میتونم راک باشه، برایت باشه، مثلا نوع مودش رو اینجا میتونم انتخاب کنم، مثلا هپیه، کالمه، یا نوع سبک موسیقیش هم اینجا میتونم انتخاب بکنم، یا حتی از نوع کسی، از اسم کسی که تو این زمینه کار کرده بزنم، مثلا تمام فایل های صوتی که مال اون تولید کننده مثلا هستش، ایون انگلند، مثلا میتونم فایلاشو ببینم. خب امیدوارم که این ویدیو بتونه به شما کمک بکنه که از این به بعد هم عکس ها یا فیلم ها یا فایل وکتور با کیفیتی رو استفاده بکنید و هم خیالتون از این راحت باشه که هیچ چیزش چیز غیر قانونی نیست. درسته ما توی کشورمون کلا اینجور قانونا قانونایی نیست که ملموس باشه برای ماها، ولی تا اونجا که بتونیم وقتی که میشه سعی بکنیم اگر از منابع رایگان و با کیفیت استفاده بکنیم حتما بازده کارمون هم بهتر میشه. ممنونم اگر که از این ویدیو خوشتون اومده، لطفاً کانال منو دنبال بکنید، ویدیوهای مشابه خدمت شما حتما آپلود خواهد شد و میتونید از اونها استفاده بکنید. روز خوبی داشته باشید، فعلا خداحافظ.